درود میگویم با شما بینندگان عزیز تلویزیون سیاهی و هنرهای مردمی. نشین نوبتی برنامه کوهنوردی است منظورتون و عین حال ما در همکاری با شرکت سیاهی دورگرد و یک گروه سیاحان از داخل و خارج مملکت از نمودیم که به یکی از منطقه های زیبا منظر دیار دهه کلکوتی ناحیه دنگره تشریف بیاریم و با این کوه برایم. با ما باشید زیرا از این جا یکی از منظره های زیبا با آبانبار نیروگاه برقی آبی نورک کشوده می شود. ما را همراه باشید. با راهنمایی راهبلدان لوازمات های ضروری از جمله خوراکه و اسادست های سیاحی گرفته به راه برآمدیم. دهه کلکوت از مرکز ناحیه دنگره 18 کیلومتر دورتر در دامنه کوههای نزد آبانبار نورک جایگیر شده، آن را به یک مکان جالب و تماشاباب و محبوب سیاحان تبدیل داده است. طوری معلوم می‌گردد با این موضع شرکت های سیاحی وطنی خطسیرهای زیادی سیاحت پیاده‌گردی و کوهی را در فصلهای گوناگون سال با جلب سیاحان داخل و خارج راه اندازی می‌نمودند. جهت آماده باشی جسمانی و معتدل نگاه داشتن کار دل و رگ ها با راهبری راهبلد در بالاتر پیش از درآمدن به راه های نشیب کوهی اهل خطسیر با مشق های سبک جسمانی چند لحظه مشغول شدند. سپس خطسیر ما راه خود را ادامه داد. طور راهبلدان به ما خبر دادن بلندی دهه از سطح بر 1100 متر را تشکیل داده. نقطه که ما به آنجا روانه ایم در بلندی زیاده از 1600 متر جای گرفته است. طبیعت موضع اساساً از درختان گوناگون کوهی که در فصل تیرماه اینک زرد شدند و در پس منظر آنها جا جا ارچه های سبز طبیعت را جالب گردانیده است عبارت می باشد. گروه ما هر قدری که با راه های پرپیچوتاب کوهی بالا می شد همان قدر زیادتر دامن میدانه های پایین فراختر شده منظره های زیبا و دلپسند پیش نظر پدیدار می گردید. بخصوص آبانبار نیروگاه برقی آب نورک امسال یک کلی بزرگی را می ماند که جزیره های خورد خورد در احاطه آب نیلگونش به نظر جالبیت آن را می افزاید. این بود که جا جا اهل خطسیر استاده نفس راست کرده رسم می گرفتیم و باز راه خود را به بالاتر کوه ادامه می دادیم. نگفته نماند که یکی از قایده های مهم به سلامتی این است که اگر خیلی مدت راه گشتید و حرارت بدنتان گرم تر شد یک و یک باره نشسته استراحت کردن توصیه داده نمی شود. راهبلدان سر چند لحظه این را به اهل خطسیر تاکید می کردند. در وقت استراحت کوتاه نشستن ممکن نیست. هرچند راه ما آنقدر هم طولانی نباشد اما منظره های نوی کوهی چون راه های عجایب و پیروه های پراپور سنگ های سفید و سرخ گوناگون شکل شخ های سنگی و باد و هوای تازه و سلقین خط سیر ما را رنگارنگ می نمود. بار اول است که در تاجیکستان قرار دارم و علاقه مفتون زیبایی های این کشور شدم. مهمان‌نوازی مردمانش ما را به حیرت گذاشت. امروز ما یک گروه نفران دوستدار طبیعت به این منطقه دلفریب تاجیکستان آمدیم. اینجا باد و هوای تازه و آبی مصفا دارد. تشکر زیاد تاجیکستان، تو همیشه در دل من معوا داری. من با باوری گفته می توانم که حتما باز به تاجیکستان برمیگردم، زیرا واقعا هم طبیعت اینجا به من پسند آمد. نمایی که از اینجا به طرف آبانبار کشوده شده است بس و نظر با و دلفریب است. سری هر یک قدم ما به جای معین شده نزدیکتر می گردیدیم. در خطسیرهای کوهی و مخصوصا در آن جایهایی که سیاحان مرتبه اول می آیند از روی احتیاط باید چنین اسادست های مخصوص داشته باشند و نباید از راهبلدان گروه دور مانند، زیرا اکثر مواردها دور ماندن نفر از گروه پیش از همه به راه گم زدن و گرفتاری حالت فوق العاده شدن آورده می رساند. همینطور گروه ما با طی کردن بیشتر از 2 کیلومتر راه های ناهموار و نیشب کوهی در بلندی زیاده از 1600 متر قرار گرفت. بینندگان عزیز، اینک ما به جای معین شده رسیدیم و عین حال باشد گروه ما کمی استراحت میکند و پس اون باز ما برمیگردیم. ما رو طولی برنامه هم را باشید.
واقعاً هم طبیعت زیبا و دلفریب منطقه که میان کوه و دره‌های نظرربا و ساحل آبانبار نارک دامن گسترده است، دهه را بسا دلفریب و دیدنی نموده، توجه صدها نفر سیاحان داخلی و خارجی را جلب نموده است. یکی از سیاحانی که مرا طول سفر همراهی می‌نمود، نظرش را چنین بیان داشت: بار اول است که به کشور آسیای مرکزی آمدم. ما در این کوه ها سیر و گشت داریم. خیلی زیبا است اینجا. خرسند از آنم که به من امکانیت دست داد تا به اینجا بیایم. با بسیار نفران شناس شدم. آنها خیلی مهمان نوازند. همه چیز در اینجا خوب است. کشور زیبا، مردم مهربان و صمیمی، خوراک های بالذات. واقعا منتدارم از تمام ساکنان و دوستانی که همراه من سیر و گشت دارند. تا رسیدن به این نقطه یکان مشکلی نبود، ولی به فکر من رسیدن به آن کلاهای بلند وقتی بیشتر رو طلب می نموید. منطقه های نزد آبانبار نارک از جمله مکان های سیاحی مملکت بوده، دارای امکانات های وسیع سیاحت اکولوژی، آبی، گاسترونومی، کوهی و کوهنوردی می باشد. منظره نظرربای کوهسار با طبیعت تیلارنگ اطراف و میدان های کشزار تهدشت توجه هر بیننده را که از راه افتوموبیل گرد نارک دنگره گذر می کند به خود جلب می نماید. من مراتبه اول است که به تاجیکستان مخصوصا به این موضع آمدم و من اینجا خیلی پسند آمد. منظره ناتکرار، کوههای آسمانبوس. در خط سیر امروزه همه‌اش بهترین راه اندازی شده بود. هرچند در اول کمی دشوار بود به کوه برآمدن، لیک پس ما با اینجا برآمده از طبیعت گرد و اطراف لذت بردیم، خستگیمون رفت شد. منظره آبانبار باشد دلفریب است. گروه ما با انداختن کریمت های و دسترخان دوره نشستند و هر کدام از جزدان ها خوراک و خورش ها برای خان گذاشته یکدیگر را به تناول دعوت میکردند. پس از تناول راه بلد به اهل خطسیر صحبت آرسته آید قایده های خطسیرهای کوهی، نقشه خطسیرهای آینده و خاطره های خود را در وقت گذراندن سیاحت ها نقل کرد که با حاضرین جالب بود. پانزده نفر همین روز ما با همین جا برآمدیم برای همین تماشای همین منظره های خیلی زیبا. ما همین تشکیل کنندگان روز خطسیر می باشیم. ما این روز در دهه کالکوت در بلندی 1700 تقریبا با سیاحان اینجا سیر و سیاحت آمدیم. اساس ما برای دیدن آبانبار نارک. نارک ما اینجا میبینیم هر سال در اولی موسم، در اولی بهار و در آخری تیرماه اومده اینجا همین منظره نارک رو تماشا میبینیم. کوهنوردی این همچون ورزش میباشد برای سلامتی انسان، بهت خوب، هوای تازه، ورزش، با کوه بر اومدن، با قوت کردن دل فایده دارد. مقصد با راه انداختن این خطسیر جلب کردن سیاحی داخلی و بیرونی می باشد. منظره نارک از این بلندی خیلی زیبا و دلفریب می نماید. تماشای این منظره های جذاب باری دیگر اثبات می نماید که انسان همچون جزئی جنون‌پذیری طبیعت همیشه چی از لحاظ مادی و چی از لحاظ معنوی و سلامتی با آن نیاز دارد و باید برای حفظ و آبادی این بایگری محیط زیستش سعی و تلاش ورزد. همین طور باید گفت که منطقه کالکوت ناحیه دنگره یکی از موضع های خوشمنظره مناسب برای سیاحت اکولوژی، آبی، گاسترونومی، کوهی و کوهنوردی بوده. از اینجا تماشای یکی از ابیکت های استراتژی و سیاحی آبانبار نارک به شخص روح حلاوت تازه می بخشد. گروهی ما با برداشت یک جهان تأثیرات از طبیعت موضع رسمی خاطروی گروهی از خطسیر مذکور گرفتند. بینندگانی عزیز، اینجا میرسیم به پایان نشر نوبتی برنامه کوهنوردی. با امید سلامتی و سربلندی و سعادتمندی شما تا برنامه های آینده خیر. تاجیکستان بپیش.